وزارت نفت آقای زنگن، بیژن زنگنه، وزیر تکنوکرات و مدیر عاقلیه. آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزارت کشور. سوء سابقه در تلویزیون ایشون داره، به خصوص در مقابله با جنبش اصلاحات و بعدم جنبش سبز. آقای علی طیب‌نیا که خوب تعریفم کرد. آقای علی طیب‌نیا استاد دانشگاهی که دیدگاه های اقتصادی خوبی داره، امیدوارم تو مدیریت هم توان داشته باشه. و آقای سید محمود علوی برای وزارت اطلاعات. یک هندونه در وسط است برای من و فکر کنم برای خیلی ها در سیاست ایران. آقای علی ربیعی وزارت کار و امور اجتماعی. یک اطلاعاتی روشن فکر ایشون، شاید بشه گفت یه کسی مثل سعید عجاریان، آدم تحصیل کرده قدیمی وزارت اطلاعات که البته خب سال هاست نیست دیگه با اطلاعات، بعد در سمت اصلاح طلبه بوده. و آقای حمید چیچیان وزیر سپاهی ها در وزارت نیرو. حسین دهقان من شناختی ندارم خیلی از ایشون، ولی میدونم حسین علایی نیست حداقل. و آقای نعمت‌زاده وزارت صنایع و معادن و تجارت. وزیر پرجوش و خروش و هرس بخوره، خیلی عصبانی است در کار ولی کارش رو بلده. یه خودم آقای نعمت‌زاده وقتی عصبانی میشه توی کارش آدم بددهنی هم هستش، همه مدیرا که باش کار میکردن میترسیدن از این بددهنیش که عصبانی میشد، ولی آدم دلسوزیه و سند کشور رو هم خیلی خوب میشناسه. و شما خودتون هم زمانی پست رئیس سازمان گسترش صنایع سنگین رو در دولت آقای موسوی اگه اشتباه نکنم داشتید. رئیس سازمان گسترش صنایع سنگین ایران بود. درست. زیر نظر وزارت صنایع سنگین بود. اما آقای نعمت‌زاده یه دوره وزیر کار بود بعد کنار رفت. و آقای حجکی وزارت کشاورزی. آقای حجکی در وزارت کشاورزی هم به نظر من به گواهی سابقش وزیر خوب و در کشاورزی کشور مدیر موفقی بود. و آقای محمد جواد ظریف که قاعدتا خیلی بحثا در موردش خواهد بود وزارت امور خارجه. والا چون میگین هرچی به ذهنت بیاد بگو، من آقای ظریف که میگین سعید امامی به ذهنم میاد، برای اینکه آقای ظریف برآمدنش در سیستم سیاسی ایران وقتی یه الف بچه بود از آمریکا برگشت فقط به اتکای آقای سعید امامی بود و دستش روی شونه ایشون بوده، ولی ظریف دیپلمات خوبی است، آدم ورزیده‌ای در کار دیپلماسی و کاملا هم مورد وثوق آقای خامنه ای هست، بنابراین گزینه است که اگر روحانی هم گزینه اولش ظریف بوده باشه هیچ مشکلی با آقای خامنه ای بر سر او نداشتن. ظریف سالیانی که وزارت نیویورک هم بود مستقیما به آقای خامنه ای گزارش میکرد، همین هم شد جرمش که احمدی نژاد برش داشت. در درست. آقای محمود واعظی وزارت ارتباطات و مخابرات که خیلی اگه برنامه های خوبی داشته باشه قاعدتا خوب خواهد بود برای همین برنامه و اینترنت، شیر اینترنت رو باز کنه. امیدواریم. اینم باز از اون شیراییست که میدونیم که خب دست شرکت مخابرات ایران و پیشا پیش سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام خوردن و اون وزارت خونه پست امروزه اصلا چیزی نیست دیگه، یا تلفن یا تلگراف و غیره خیلی بخش کوچیکی رو داره. مخابرات تلفن نه ببخشید مخابرات اصل اون وزارت خونه است. امیدوارم آقای واعظی بتونه در اونجا کاری بکنه. آقای واعظی البته یارقار آقای روحانی بوده سالها و شاید منطقی تر بود میرفت وزارت خارجه، برای اینکه پیشینه ایشون تمام کریر اجراییش در وزارت خارجه بوده. امیدوارم در مخابرات موفق باشه. و آقای میلی منفرد برای وزارت علوم. شخصا شناختی ندارم ولی از روی سوابق ایشون رو مطالعه کردم، امیدوارم وزیر علوم بشود.
و آقای علی جنتی برای وزارت ارشاد. اصلا خوشبین نیستم به وزارت ارشاد ایشون. و آقای نهاوندیان هم که رئیس دفتر آقای روحانی هستن. آقای نهاوندیان فرد عاقل و پخته‌ای من میشناسمش و ذهن خوبی هم داره به لحاظ اقتصادی، مرد معتدلی هم بوده همیشه و امیدوارم که پست حساسی هم داره، رئیس دفتر چیف آف استاف در واقع از حتی معاون اول به نوعی مهمتره، کسی است که میتواند که در اون کابینه هم هماهنگ کردن کابینه خیلی موثر باشه. بسیار عالی. آقای محمد علی نجفی رو من شخصا شاید یه جمله بتونم میگم، فرد بسیار باهوش و تیزهوشیه، از دوره دانشگاه صنعتی شریف، شاید ایشون هنوزم نمیدونم کسی تونسته رکورد معدل ایشون رو بشکونه یا نه، در دانشگاهی که متوسط معدل 12 و نمیدونم 6.8 بود، خیلی دانشگاه سختی بود این دانشگاه ما، سخت میگرفتن استاد نجفی اگر اشتباه نکنم معدلش بالای 19 بود و تا مدت ها شاگرد اول تاریخ دانشگاه صنعتی بود، پسر مرد بسیار بسیار چیزهوش و باهوش، نقطه مثبتشه و معمولا در هر پست و سمتی بوده به دلیل همین هوش و توان استعدادیش موفق بودن، چون که در سازمان برنامه هم موفق بود، مطمئنا اگه بر آموزش پرورش هم وزیر موفق خواهد.